زهیر نوشته پاولو کویلو ترجمه آرش حجازی با صدای هلیا مقصودی قسمت پنجم به من میگه نگران نباش چرا نگران باشم؟ نگران زنی که ترکم کرد کارمو به بازجویی پلیس کشوند کاری کرد که مطبوعات در صفحه اولشون این رسوایی رو چاپ کنن شب و روز زجرم داد باعث شد تقریبا دوستامو از دست بدم و باعث شد زمانی برای دریدن زمانی برای دوختن بنویسی خواهش میکنم ما بالغ و با تجربه ایم خودمون رو گول نمیزنیم معلومه که دوست داری بدونی حالش چطوره و از اونم بالاتر دوست داری اونو ببینی اگه اینو میدونی چرا وقتی این مرد رو دیدم کمکم کردی؟ حالا سر نخی دارم اون هر پنجشنبه به اون رستوران ارمنی میره. بسیار خوب. پس پیش برو. چرا؟ منو دوست نداری؟ به قول این کارپوستال هایی که در نوشت افزار فروشی ها می بیشتر از دیروز و کمتر از فردا بله دوستت دارم. در واقع به طور نومید کننده ای عاشق شدم. کم کم داشتم فکر می کردم به اینجا به این آپارتمان عظیم و متروک بیا. اما همین که اشارهی به موضوع می کنم تو موضوع رو عوض می کنی. با این حال عزت نفسم رو زیر پا می زارم و به کنایه بهت می فهمونم که چقدر مهمه با هم زندگی کنیم. میگی هنوز زوده فکر می کنم شاید می ترسی منو هم مثل استر از دست بدی. یا هنوز منتظری که برگرده. یا از آزادیت لذت می بری. هم از تنها موندن می ترسی. هم از زندگی مشترک. به هر حال این رابطه ما جنون محضه. اما حالا که پرسیدی جوابتو میدم خیلی دوست دارم. پس چرا این کارو می کنی؟ چون نمیتونم تا ابد با شبه زنی زندگی کنم که بی توضیح ترکت کرده. کتابت رو خوندم. به عقیده من قلبت فقط وقتی میتونه کاملا مال من باشه که اونو پیدا کنی و این مشکل رو حل کنی. بین من و مرد همسایم هم, هم همینطور شد. اونقدر نزدیک من بود که دیدم در رابطمون چقدر ترسوه. دیدم هیچ وقت چیزی رو که خیلی میخواد و اما داشتنش خطرناکه نمیپذیره. خودت بارها گفتی آزادی مطلق وجود نداره. چیزی که وجود داره آزادی انتخابه. و از اون به بعد آدم باید به تصمیم و انتخاب خودش متعهد باشه. هرچی به همسایم نزدیک تر می شدم بیشتر تو رو تحسین می کردم. مردی که تصمیم گرفت همچنان به زنی عشق بورزه که ترکش کرده و حاضر نیست اسمش رو بشنوه. هم این عشق رو پذیرفت و هم تصمیم گرفت موضوع رو علنی کنه. یک تیکه از کتاب تو حفظ کردم گوش کن. وقتی چیزی برای از دست دادن نداشتم همه چیز را به دست آوردم وقتی فرو گذاشتم کسی را که بودم خودم را یافتم وقتی خفت را شناختم و اما باز به راهم ادامه دادم فهمیدم در انتخاب سرنوشتم آزادم نمیدانم شاید بیمارم. شاید زندگی مشترکم رویایی بود که تا وقتی بود نفهمیدمش. میدانم میتوانم بدون او زندگی کنم اما دلم میخواهد دوباره ببینمش. تا به او چیزی را بگویم که تا وقتی با هم بودیم هرگز نگفتم. تو را بیشتر از خودم دوست دارم اگر بتوانم این را بگویم میتوانم در آرامش به راهم ادامه بدهم چرا که این عشق رستگارم کرده است میخائیل گفت استر کتابم و خونده همین کافیه با این حال برای نجات خودت باید پیداش کنی و اینو رو در رو بهش بگی. شاید غیر ممکن باشه. شاید دیگه نخواد تو رو ببینه. اما سعی تو بکن. اگه این کار رو بکنی هم من از دست اون زن آرمانی راحت میشم و هم تو دیگه حضور مطلق به قول خودت ظهیر رو حس نمی کنی. تو آدم شجاعی هستی. نه میترسم اما راه دیگه ای ندارم. روز بعد با خودم قسم خوردم که هیچ تلاشی برای یافتن جای استر نکنم. دو سال تمام ناهوشیارانه ترجیح داده بودم باور کنم که او را مجبور به رفتن کردند. یا گروه تروریستی او را دزدیده یا تهدیدش کرده است اما حالا که میدانستم زنده است و به گفته ی آن جوان حالش هم خیلی خوب است چرا باید برای دیدنش اصرار می کردم. زن سابقم حق داشت دنبال خوشبختی برود و باید به تصمیمش احترام می گذاشتم. این فکر چهار ساعتی در سرم غروب به کلیسایی رفتم. شمعی روشن کردم و عهد دیگری کردم. این بار به شکلی مقدس و آینی قسم خوردم، بگردم و پیدایش کنم. ماری حق داشت. حالا دیگر بالغتر از آن بودم که همچنان خودم را فریب بدهم و وانمود کنم برایم مهم نیست. هنوز به تصمیمش برای رفتن احترام میگذاشتم. اما همان کسی که آنقدر کمکم کرد تا زندگیم را بسازم حالا تقریبا مرا ویران کرده بود. همیشه کنجکاو میماندم ماندم چرا اینطور شبانه و دزدکی فرار کرد؟ چرا قبلش به چشمهای شوهرش نگاه نکرد و دلیلش را نگفت؟ ما آنقدر بالغ بودیم که عمل کنیم و عواقب عمل خودمان را بپذیریم. رفتار همسرم درستتر بگویم همسر سابقم به اون نمی آمد. باید دلیلش را می فهمیدم. هنوز یک هفته یک ابدیت تا آن برنامه تئاتر مانده بود. در روزهای بعد مصاحبه هایی را پذیرفتم که کسی قبول نمی کرد. برای مطبوعات مقاله هایی نوشتم. یوگا کردم. مراقبه کردم. کتابی درباره یک نقاش روس خواندم و کتاب دیگری درباره جنایتی در نپال. دو مقدمه نوشتم و خطاب به ناشرها چهار توصیه نامه برای چهار کتاب نوشتم. کاری که همیشه از من میخواستند و همیشه امتنا میکردم. اما باز هم زمان درازی مانده بود. از این فرصت استفاده کردم تا بعضی از بدهی هایم را در بانک مساعدت بپردازم. دعوت های شام را پذیرفتم. در مدرسه بچه های دوستانم سخنرانی های کوتاهی کردم. از یک باشگاه گلف بازدید کردم. بدون برنامه قبلی حاضر شدم در کتاب فروشی پرت یکی از دوستانم برنامه امضای کتاب برگزار کنم. سه روز تمام پوستر مراسم را به پنجره کتاب فروشیش چسبانده بود اما فقط 20 نفر جمع شدند. منشیم گفت حتما خیلی راضیم چرا که مدتی است مرا اینقدر فعال ندیده جواب دادم که دیدن نام کتابم در فهرست پرفروش ها تشویقم کرده تا بیشتر کار کنم. آن هفته فقط دو کار نکردم. اول دستنویس کتاب کسی را نخواندم. وکیلهایم دستور داده بودند بسته های پستی دستنوشته دیگران را بلا فاصله برگردانم. وگرنه بعدها خطر این بود که کسی ادعا کند داستان او را دزدیدم. هیچ وقت نفهمیدم مردم چرا دست نوشته هایشان را برای من میفرستند. من که ناشر نیستم. دومین کاری که نکردم در اطلس دنبال قزاقستان نگشتم. هرچند می دانستم برای جلب اعتماد میخائیل باید درباره ریشه هایش کمی بیشتر بدانم. مردم صبورانه منتظر باز شدن دری هستند که به سالونی در انتهای رستوران باز می شود. آنجا اثری از جذابیت کافه بارهای سن نیست. خبری از قهوه با یک لیوان کوچک آب و مردم خوش لباس و خوش صحبت نیست. اصلا شکوه تالار انتظار سالن‌های تئاتر را ندارد. اثری از جادوی نمایش هایی نیست که در سراسر شهر برگزار می شود. در کافه های کوچک با هنرمندانی که تمام سعیشان را می کنند به امید آنکه دلال هنری مشهوری در میان حاضران باشد و در پایان نمایش خودش را نشان بدهد و اعتراف کند که کار آن هنرمند درخشان بوده و او را به حضور در مرکز فرهنگی مهمی دعوت کند. در واقع نمیفهمم چرا این همه آدم اینجا جمع شدند. هیچ وقت در هیچ کدام از نشریه های هنرهای نمایشی و وقایع هنری پاریس اشاره به اینجا ندیدم. همانطور که منتظرم با صاحب رستوران صحبت می کنم. و میفهمم قصد دارد به زودی تمام فضای رستورانش را به تئاتر اختصاص بدهد میگوید جمعیت هر هفته بیشتر میشه این کار را اول فقط به خاطر خواهش خبرنگاری قبول کردم که قول داد در عوض چیزی درباره رستوران من در نشریش بنویسه قبول کردم چون پنجشنبهها ها به ندرت از این سالن استفاده می شود. حالا مردم موقعی که منتظرن از فرصت استفاده میکنن و شام میخورن. شاید بهترین درآمد هفته رو داشته باشم. فقط میترسم پای فرقه خاصی در میان باشه. شما که میدونین قوانین اینجا خیلی سفت و سخته. بله میدانم. گاهی به کنایه اشاره می کردند که کتاب های من وابسته به جریان فکری خطرناکی است. نوعی تبلیغ مذهبی که با ارزش های عرف تطبیق نمی کند. در فرانسه که در مورد تقریبا همه چیز اینقدر آزادی هست درباره این موضوع فضایی پر از سوء زن حاکم است. اخیرا مقاله مفصلی به موضوع شستشوی مغزی افراد بی توسط گروه های خاصی پرداخته بود. مردم آزادند همه چیزشان را انتخاب کنند. مدرسه، دانشگاه، خمیردندان، اتومبیل، فیلم، شوهر، زن، معشوقه. اما وقتی پای عقاید دینی به میان می آید، برخورد حکومت توریست که انگار مردم شعور کافی ندارند و به راحتی می شود از آنها سوء استفاده کرد. میپرسم چطور مشهور شدی؟ هیچ تصوری ندارم. اگه میدونستم از این شخص برای معرفی رستورانم استفاده می کردم. و فقط برای اینکه هیچ شکی در من ایجاد نکند انگار نمیداند من کیم میگوید پای فرقه ای در میون نیست مطمئن باشی فقط هنرمندم در سالن باز شده مردم وارد می شوند. البته قبل از ورود کنار در در سبد کوچکی پنج یورو می اندازند. داخل سالن روی سکویی که به شکلی ابتکاری سرهم شده دو جوان و دو دختر ایستادند. همهشان دامن سفید و گردی بتن دارند که دور بدنشان دایره بزرگی درست می کند. غیر از آن چهار نفر مرد مسنتری را می بینم که یک تبل کنگا جلویش گذاشته. و زنی با صفحه برونزی عظیمی که دور تا دورش لامپ نصب شده. هر بار ناخواسته به سازش دست میزند صدای یک جور باران فلزی به گوش می رسد. یکی از جوانها میخائیل است که حالا با جوانی که در مراسم امضای کتاب دیدم کاملا فرق دارد. چشمهایش به نقطه خالی در فضا دوخته شده. بدون هیچ درخشش خاصی. مردم روی سندلی های پراکنده در سالن مینشینند. پسرها و دخترهایی که طوری لباس پوشیدند که اگر در خیابان می فکر می کردم گروهی معتاد به مواد مخدر سنگینند. مدیران یا کارمندان میان سال با همسرانشان. دو سه کودک نه ده ساله که احتمالا با پدر و مادرشان آمدند و چند شخص مسن که برای آمدن به آنجا دچار زحمت زیادی شدند چرا که نزدیکترین ایستگاه مترو حدود پنج خیابان آن طرف تر است می نوشند، سیگار می کشند، با صدای بلند حرف می زنند. انگار نه انگار که آن چند نفر روی سکو ایستادند کم کم سر و صدایشان بالا می گیرد. قهقه های بلند به گوش می رسد. فضایی پر از شادی و جشن است. فرقه؟ فقط ممکن است یک انجمن اخوت سیگاری ها باشد. با استراب از این طرف به آن طرف نگاه می کنم. هر زنی را که می بینم فکر می کنم است. اما همین که نزدیک می میبینم می بینم کس دیگری است. گاهی هیچ شباهتی به همسرم ندارد. چرا عادت نمی کنم بگویم همسر سابقم. از زن خوشلباسی میپرسم می پرسم ماجرا از چه قرار است. مشتاق است جوابم را بدهد. طوری نگاهم می کند که انگار یک نوع آموزم. کسی که باید اسرار زندگی را به او آموخت میگوید داستانای عشقی داستان و انرژی داستان و انرژی بهتر است اصرار نکنم هرچند ظاهرش نشان میدهد کاملا سر عقل است فکر میکنم از کس دیگری بپرسم اما بعد تصمیم میگیرم آرام بمانم به زودی خودم میفهمم آقایی در کنارم نگاهم می کند و لبخند می زند. کتابای شما رو خوندم. معلومه میدونم چرا اومدین اینجا. ترس برم می دارد. مبادا رابطه میخائیل و زنم را می داند. یعنی باید دوباره حرفم را تصحیح کنم. رابطه میان آدم های روی سکو و زن سابقم را. نویسنده مثل شما حتما تنگرا رو میشناسه. خیلی نزدیک به چیزیه که شما اسمش رو گذاشتین رزماور نور. نفس راحتی میکشم. البته و فکر میکنم تا حالا اسمشون رو هم نشنیدم. 20 دقیقه بعد وقتی دود سیگار تقریبا هوای سالن را غیر قابل تنفس میکند، صدای زمزمه صفحه فلزی به گوش می رسد. انگار با یک معجزه سر و صدا فرو می خوابد. هر مرج حاکم بر آنجا حال و هوایی مذهبی به خود می گیرد. هم سکو و هم حاضران در سکوت کامل فرو می روند. فقط سر و صدای رستوران مجاور به گوش می رسد. میخائیل که انگار در خلصه است و همچنان به آن نقطه نامرئی پیش رویش چشم دوخته شروع می کند. بنا به یک اسطوره آفرینش مغولی سگی وحشی کبود آب رنگ در آغاز آمد پدید از نهافت غذایش رقم زد سپهر بلند که ماده گوزنی وراباد جفت صدایش عوض شده زنانه تر است مطمئن تر است و بدین گونه داستانی عاشقانه شروع می شود سگ وحشی با شهامت و قدرتش ماده گوزن با لطافت اشراق و زیباییش شکارچی و شکار به هم می رسند. به هم دل می بازند به قانون طبیعت یکی باید دیگری را نابود کند اما عشق خوب و بد نمیشناسد آبادی و ویرانی نمیشناسد در عشق فقط حرکت است و بس عشق قوانین طبیعت را تغییر می دهد. زن با دست علامت می دهد و هر چهار نفر دور خود می گردند. در های سرزمین زادگاه من سگ وحشی حیوانی مادین است. حساس است مطابق غریزه شکار می کند اما همزمان محجوب است وحشیگری نمی کند برنامه ریزی می کند شجاع و محتاط و سریع است در یک ثانیه از وضعیت آرمیدگی کامل بیرون می آید و به طرف هدفش می جهد. با خود فکر می کنم و گوز دیگر به داستان نوشتن عادت کردم میخایل هم به داستان گویی عادت دارد و به سوالی که در فضا چرخ میزند پاسخ می دهد. گوزن خصوصیات نرینه دارد سرعت شناخت زمین هر دو در دنیاهای نمادین خود سفر می کنند. دو ناممکن هم را میابند و از آنجا که بر سرشت و موانع درونی خود غلبه می کنند دنیای ممکنات را هم دگرگون می کنند. اسطوره مغولی چنین است عشق در سرشت های متفاوت زاده می شود. عشق در تزاد نیرو می عشق در رویارویی روی و دگردیسی دوام می آبد. هر کسی زندگی خودش را دارد. جهان برای رسیدن به اینجا بهای گذافی پرداخته. به بهترین شکلی که می توانیم زندگی من را سازمان می بخشیم. آرمانی نیست اما می توانیم همزیستی کنیم اما چیزی کم است. همیشه چیزی کم است. و برای همین است که امشب اینجا جمع شده ایم. تا هر کس به دیگران کمک کند تا کمی به دلیل وجودش بیاندیشد. داستانهایی بگوییم که معنایی ندارد. دنبال حقایقی برویم که در روش معمول درک واقعیت نمی گنجد. تا اینکه شاید تا یکی دو نسل دیگر راه دیگری بیابی. دانته ایتالیایی در کمدی الهی میگوید آنگاه که انسان به عشق راستین اجازه ظهور دهد آن ساختارهای نهادینه پیشین نابود می شود و توازن هرچه درست و حقیقت می برهم بر هم می خورد. جهان زمانی حقیقی است که انسان عشق را بشناسد پیش از آن زندگی می کنیم با این خیال که عشق را می شناسیم اما شهامتش را نداریم تا آنطور که هست با آن روبرو شویم عشق نیروی وحشی است اگر بکوشیم مهارش کنیم نابودمان میکند اگر بخواهیم اسیرش کنیم ما را به بردگی می اگر سعی کنیم آن را بفهمیم در سرگشتگی و حیرانی بر جایمان میگذارد. این نیرو در جهان است تا به ما شادی ببخشد. تا ما را به خدا و به هم نزدیکتر کند و اما باز اینطور که امروز عشق میورزیم برای هر دقیقه آرامش باید یک ساعت استراب بکشیم میخایل مکس کرد صفحه فلزی عجیب دوباره به صدا درآمد برخلاف همه پنج شنبه ها امروز داستان های عشقی تعریف نمی داستان‌های داستان های ضد عشق می وقتی سطح را ببینیم عمق را درک می کنی. رسوم و ارزش های ما در این سطح است وقتی بتوانیم آن را سوراخ کنیم خودمان را آنجا می بینیم. کی شروع می کند؟ چند نفر دستشان را بلند کردند. میخایل به مردی اشاره می کند که قیافش شبیه مدیرهای شرکتهای چند ملیتی است. من وکیلم. بیشتر درگیر پرونده های جدایی متناز انفی. کسی از میان جمعیت می پرسد متناز انفی یعنی چه؟ وکیل پاسخ می دهد وقتی زن یا مرد موافق جدایی نباشد. آزرده است که حرفش را قطع کردند. ظاهرا به نظرش عجیب می آید که کسی معنای واجهی به این سادگی را نمی داند. با اقتداری که هرگز از جوانی که در مراسم امضای کتاب دیده بودم انتظار نداشتم می گوید. ادامه بدید. وکیل اطاعت می کند. امروز از مؤسسه منابع انسانی و حقوقی در لندن گزارشی دریافت کردم. مضمونش این بود. الف دو سوم کارمندان هر شرکت نوعی رابطه عاطفی با هم دارند. فکرشو بکنی. معناش اینه که در دفتری با سه کارمند دو نفرشون نوعی رابطه نزدیک با هم پیدا می کنند. ده درصد به خاطر همین موضوع کارشون رو ترک میکنن. چهل درصد رابطه هایی دارن که بیشتر از سه ماه طول میکشه. و در بعضی از مشاقل که غیبت دراز مدت کارمندها را از خونه میطلبه از ده نفر دست کم هشت نفر با هم رابطه جدی پیدا میکنن. باور نکردنی نیست. یکی از جوانهایی که لباسش باعث می شود فکر کنی عضو یک گروه اوباش است می گوید. وقتی پای آمار به میون میاد باید بهش احترام بذاریم. ما همه به آمار اعتقاد داریم. آمار یعنی اینکه مادرم باید به پدرم خیانت کنه. تقصیری هم نداره. کار آماره. همه میخندند و دست میزنند. سیگارها را روشن میکنند. همه نفس راحتی میکشند باز هم آرامش انگار آنجا در آن جمعیت مردم چیزهایی را میشنوند که همیشه دوست داشتند بشنوند و این آنها را از نوعی استراب میرهاند به استر فکر میکنم و به میخائیل در مشاقلی که غیبت دراز مدت از خانه را میطلبد از هر ده نفر هشت نفر به خودم فکر می کنم و به دفعات متعددی که این اتفاق برای من هم افتاده هرچه باشد پای آمار در میان است ما تنها نیستیم داستانهای دیگری میگویند حسادت افسردگی ترک خانه اما دیگر گوش نمی دهم. زهیر من با تمام شدتش برگشته. با مردی زیر یک سقفم که همسرم را دزدیده. هرچند چند لحظه ای فکر کردم در یک گروه درمانی شرکت کردم. مرد مجاورم که مرا شناخت میپرسد از برنامه خوشم آمده یا نه. لحظه ای حواسم را از زهیر منحرف می کند. با کمال میل جواب می دهم. هدف این کار رو نمی فهمم. شبیه یک گروه خودیاری مثل جلسات الکلی های ناشناس یا خانواده درمانی. اما مگه چیزهایی که می شنوین واقعیت نداره. ممکنه اما تکرار می کنم هدفش چیه؟ مهمترین بخش امشب این نیست. فقط برای اینه که احساس تنهایی نکنیم. وقتی زندگیمون رو برای همه تعریف می کنیم بالاخره پی می بریم که بیشتر مردم مشکل ما رو تجربه کردن. نتیجه عملیش چیه؟ اگه تنها نباشیم نیروی بیشتری پیدا می کنیم تا بفهمیم کجا رو اشتباه رفتیم. و میتونیم تغییر مسیر بدیم. اما همونطور که گفتم این فقط یک مرحله انتقالیه. بین حرف های اول جلسه اون جوون و لحظه برانگیختن انرژی. اون پسر کی هست؟ صحبتمان با زمزمه صفحه فلزی قطع می شود. این بار پیرمرد پشت تبل کنگا صحبت می کند. قسمت منطقی برنامه تموم شد. حالا میریم سراغ مراسم. مراسمی که شامل همه میشه. همه رو عوض میکنه. برای کسانی که امروز برای بار اول به اینجا اومدن میگم که این رقص ظرفیت ما رو برای پذیرش عشق افزایش میده. عشق تنها چیزیه که هوش و خلاقیت رو فعال میکنه. تنها چیزی که ما رو منزه و آزاد میکنه سیگارها را خاموش میکنند سر و صدای فنجان ها میخوابد سکوت غریب دوباره بر سالن فرو میافتد و یکی از دخترها دعایی میخواند ای بانو به حرمت تو میرقصی باشد که رقصمان ما را تا بلندا به پرواز درآورد گفت ای بانو یا اشتباه شنیدم مطمئنا گفت ای بانو دختر دیگری چهار شمدان پرشم روشن می کند را خاموش می کنند چهار فرد سفید پوش با دامنهای های گرد از سکو پایین می آیند و به میان حضار می روند. دومین جوان حدود نیم ساعت با صدایی که انگار از شکمش بیرون می آید آهنگی یک نواخت و تکراری میخواند. اما این آهنگ در کمال تعجب باعث می شود زهیر را کمی از یاد ببرم. آرام بگیرم و نوعی خوابالودگی به من دست دهد. حتی یکی از بچه ها که در طول داستان های عشقی مدام این طرف و آن طرف می دوید حالا ساکت است و به سکو خیره شده. بعضی از حاضران چشم هایشان را بستند. ادهی به زمین خیره شدند یا به نقطه ثابت و نامرئی چشم دوختند. همانطور که مدتی پیش دیدم میخائیل به نقطه ای نامرئی چشم دوخته بود. وقتی از خواندن دست می کشد سازهای ضربی به صدا در میآید. یا همان صفحه فلزی با لامپهایش و آن تبل کنگا با زرباهنگی بسیار شبیه موسیقی که خیلی در آینهای مذهبی آفریقایی شنیده بودم سفید پوشان دور خودشان چرخ میزنند. و مردم در آن مکان شلوغ جا باز می کنند تا دامنهای گردانها در هوا به گردش درآید زرباهنگ سازها تندتر می شود و چرخش آن چهار نفر هم. از خود صداهایی بیرون میدهند که کلماتش در هیچ زبان شناخته شده ای، یافت نمی شود. انگار دارند مستقیما با فرشتهها صحبت می کنند یا آنطور که خودشان می گفتند با بانو. مرد کناری هم از جا بر می خیزد و شروع می کند به رقصیدن و بر زبان آوردن جملات نامفهوم. ده یازده نفر دیگر هم همین کار را می کند. و دیگران با ای از احترام و تحسین بدرقهشان میکنند نمیدانم آن رقص چقدر طول کشید اما انگار صدای آن سازها از ضربان قلب من پیروی میکرد به شدت میل داشتم خودم را تسلیم کنم کلمات عجیب و غریب بگویم بدنم را حرکت بدهم آمیزه ای از حس خیشتنداری و حماقت لازم بود تا مثل دیوانه ها شروع نکنم به چرخ زدن اما بعد برای اولین بار شبه استر یا زهیر خندان جلویم ظاهر شد و از من خواست بانو را ستایش کنم. خیلی مقاومت کردم تا وارد آن مراسم ناآشنا نشوم و صبر کنم تا همه چیز تمام شود. سعی کردم ذهنم را متمرکز کنم بر اینکه آن شب آنجا چه می کردم. باید با میخائیل حرف می زدم و وادارش می کردم مرا نزد زهیرم ببرد. اما احساس کردم بی حرکت ماندن غیر ممکن است. از روی صندلی برخواستم و موقعی که با احتیاط و کمروی قدم اول را تمرین می کردم ناگهان موسیقی قطع شد. سالن فقط با نور شم روشن شده بود. تنها چیزی که به گوشم می رسید صدای نفسهای بریده کسانی بود که می رقصیدند. کم کم صدای نفسها کم شد. چراخ را روشن کردند و همه چیز ظاهرا به حالت اول برگشت. لیوان را دوباره از آب جو و شراب و آب و نوشابه پر کردند. بچه ها شروع کردند به دویدن و سر و صدا و کمی بعد همه شروع کردند به حرف زدن. انگار هیچ، مطلقا هیچ اتفاق دیگری نیفتاده بود. دختری که شمها را روشن کرد گفت وقتی این ملاقات داره تموم میشه. آلما داستان آخر رو میگه. آلما همان زنی بود که صفحه فلزی را می نواخت. لحجش نشان می داد در شرق زندگی کرده است. استاد بوفالوی داشت. وقتی شاخهای دور از همه او رو می دید فکر می کرد که اگه بتونه بین دو شاخ او بشینه انگار بر تخت پادشاهی نشسته. یه روز متوجه شد که حواست جونه ور جای دیگه ایه. رفت و بین دو شاخش نشست. همون وقت بوفالو از جاش بلند شد و او رو به کناری پرتاب کرد. همسرش که اینو دید زد زیر گریه. استاد بعد که به هوش اومد گفت گریه نکن. صدمه خوردم اما کاری رو کردم که دلم میخواست. مردم کم کم آنجا را ترک کردند. از مرد کناریم پرسیدم چه احساسی داشته است. خودتون میدونی؟ تو کتابهاتون درباره این کار نوشتین؟ نمیدانستم. اما باید تظاهر می کردم. شاید بدونم اما می خوام مطمئن بشم. طوری نگاهم کرد که انگار نمیدانم و برای اولین بار شک کرد که آیا من همان نویسنده ای هستم که فکر کرده؟ جواب داد در تماس با انرژی جهان قرار گرفتم. خدا از درون روحم گذشت و رفت تا مجبور به توضیح نشود. در سالن خالی فقط من ماندم و آن چهار نفر و آن دو نوازنده. زنها به دستشویی زنانه ی رستوران رفتند احتمالا میخواستند لباسشان را عوض کنند مردها در همان سالن لباسهای سفید را از تنشان بیرون آوردند و لباسهای معمولی پوشیدند بعد شمدانها و سازها را در دو صندوق بزرگ گذاشتند آقای موسنتر که در طول مراسم تبل میزد شروع کرد به شمردن و تقسیم پولها به شش قسمت مساوی فکر می کنم میخائیل تازه در آن لحظه متوجه حضور من شد انتظار داشتم اینجا ببینمتون فکر می کنم دلیلش رو هم بدونی حالا که گذاشتم انرژی الهی از جسم من بگذره دلیل همه چیز رو میدونم. دلیل عشق و جنگ رو میدونم. میدونم یک مرد چرا دنبال زن محبوبش میگرده. احساس کردم دوباره بر لبه تیغ حرکت می کنم. اگر میدانست به خاطر ظهیرم آنجایم پس این را هم میدانست که حضورم تهدیدی است برای رابطه او با استر میتونیم مثل دوتا مرد شریف با هم صحبت کنیم که برای چیزی میجنگن که به زحمتش میارزه میخوای لحظه ای مردد به نظر رسید ادامه دادم میدونم که صدمه میبینم مثل استادی که میخواست بین شاخهای گاو بشینه اما فکر میکنم سزاوارشم به خاطر رنجی که باعثش بودم هرچند ناهوشیارانه، اما سزاوارشم فکر میکنم اگر به عشق استر احترام میذاشتم ترکم نمیکرد میخایل گفت تو هیچی نمیفهم این جملهش مرا آزرد. چطور یک پسرک 25 ساله به یک مرد با تجربه رنج کشیده و سرد و گرم زندگی چشیده می گفت هیچ نمی فهمد. اما باید خیشتنداری می کردم. باید خودم را خار می کردم. باید دست به هر کاری که لازم بود می زدم. نمی توانستم به زندگی با اشباه ادامه بدهم. نمی توانستم بگذارم سراسر دنیایم همچنان تحت سلطه زهیر به بقایش ادامه بدهد. شاید واقعا نمی فهمم. دقیقا برای همین اینجا. تا بفهمم. تا بفهمم چی شده و اینطوری خودم آزاد کنم. تو همه چیز رو خیلی خوب میفهمیدی و یه دفعه از فهمیدن دست کشیدی. دست کم استر به من اینطوری گفت. هر شوهری از لحظه ای به بعد زنش رو بخشی از لوازم و اساس خونه میدونه. وسوسه شدم بگویم پس بهتر بود خودش به من میگفت. به من فرصت میداد تا خطاهایم را اصلاح کنم نه اینکه مرا بگذارد و برود سراغ پسر بیست و چند ساله‌ای که دیر یا زود مثل من رفتار میکند اما جمله بسیار محافظ کارانه تری از دهانم خارج شد. فکر نمی کنم این طور باشه. تو کتاب منو خوندی به مراسم امضای کتاب من اومدی چون احساس منو میدونستی و میخواستی آرومم کنی قلبم هنوز پاره پاره است تا حالا اسم زهیر رو شنیدی؟ من کتابای برخص رو خوندم معنای زهیر رو هم میدونم استر تمام فضای زندگیم رو اشغال کرده فکر می کردم وقتی احساسم رو بنویسم از حضورش راحت می شم. امروز اون رو به شکلی خاموشتر دوست دارم. اما هنوز نمی تونم به چیز دیگه ای فکر کنم. همونطور که خودت گفتی هیچ چیزی نمیفهمم. برایم سخت بود که آنجا بیایستم و به معشوق همسرم التماس کنم که در درک اتفاق پیش آمده کمکم کند. اگر میخاییل به مراسم امضای کتاب نیامده بود، شاید همان یک لحظه که در کلیسای ویتوریا از سرگذرانده بودم برایم کافی بود. آنجا عشقم را پذیرفتم و بعد توانستم زمانی برای دریدن زمانی برای دوختن را بنویسم. اما سرنوشت برنامه های دیگری داشت. و صرف امکان ملاقات دوباره با همسرم تعادل همه چیز را برهم زد میخایل بعد از زمان درازی گفت با هم نهار بخوریم تو واقعا هیچی نمیفهمی اما انرژی ایزدی که امروز از بدنم گذشت با تو مهربونه. برای روز بعد قرار نهار گذاشتیم. در راه برگشت به یاد گفتگویی افتادم که سه ماه پیش از ناپدید شدن استر با هم داشتیم. گفتگویی درباره عبور انرژی ایزدی از بدن انسان. پایان قسمت پنجم